کتاب حماسه ستارخان. علی ساخلاندی خطاب به ستارخان می گفت: آری نجات دادن تو از زندان کار آسانی نبود. دشواری بزرگ آن بود که جای بازداشت شما را نمی دانستیم. بقیه کارها آسان بود. به خواست خدا عشق عمال و مأموران اداره زندان شاه به پول به مراتب بالاتر از صمیمیتشان نسبت به خود شاه بود. شما از این موضوع گله داشتید که چرا تا دیر زمانی شما را بدون بازجویی و انگیزه در زندان نگاه داشتند. علی ساخلانی در حالی که پوزخند می‌زد گفت: اما به عقیده من شما باید از کمیته سپاسگزار باشید که وضع را برای شما این گونه جور کرد. ممکن بود داوری شما بسیار سریع انجام بگیرد، اما عاملان شاه اغلب اصراری ندارند. قربانیانی را که شکار می‌کنند بیدرنگ به دار آویزند، چون از این کار سودی نمی‌برند. درباره هاشم نباید اندیشید. او از این نقشی که کمیته برایش تعیین کرده بود بسیار خرسند و حتی سرافراز بود. هاشم مردی آهنین است، به عقاب میماند، عاشق آزادی است. دلسوزی برای این گونه مردم توهین به آنهاست. اینان دوستدار خاموشی احترام آمیزند. علی ساخلاندیم لحظه این مکس کرد و ادامه داد: گفتگو بس از رفیق، باید برای سرنوشت آینده شما اندیشید. ستارخان گفت: من نمیخواهم کمیته مرا در گوشه ای تنها پنهان کند و فرمان دهد بیکار دست روی دست بگذارم. من به اندازه کافی بیکاری کشیدم. علی ساخلاندی سر را تکان داد و گفت: بیکار نخواهی نشست، مأموریت های جالبی در پیش داری. من هم به همراهت خواهم بود، باقر هم با شما می آید. ستارخان گفت: باقر؟ او تندرست است و آسیبی ندیده؟ علی گفت: همین فردا موضوع را خواهی فهمید. شب بعد ستارخان و باقرخان همراه 20 سوار مسلح تبریز را ترک کردند. علی ساخلاندی هم با این دسته همراه بود. از رودخانه قطور تا منطقه دواجیک در مسافتی برابر 8-9 کیلومتر رشته های کوههای آلیان کشیده شده است. در دامنه این رشته کوه‌ها روستاهای چندی قرار دارد و قله‌های این رشته کوه‌ها تقریباً تمام مدت سال از برف پوشیده‌اند. خط و رأس این کوه‌ها مرز ایران و ترکیه را تشکیل می‌دهد و اگر کسی از این رشته کوه‌ها بگذرد در خاک کشور دیگری خواهد بود. در دامنه رشته کوه‌های آلیانز در هر دو سو چراگاه‌های سبز و پربرکتی قرار دارند و دامداران این یا آن سو درست چسبیده به مرز زندگی می‌کنند. هر سال در فصل تابستان در دره‌ها و شیب‌های این کوه برای چراندن احشامشان اقامت می‌گزینند. در طول سالها دولت‌های ترک و ایران هیچ کدام توجهی به این قسمت از مرز نداشتند. هر دو دولت نسبت به کوچیدن ایلات مرزنشین از این سو به آن سو چشم پوشی می کردند و این ایلات که با احشامشان از مرز می گذشتند آزادی کامل برای عبور داشتند. در این چراگاه های پهناور هر ایلی منطقه ویژه خود را داشت و احشامشان را فقط در همان منطقه می چراند. این چراگاه ها آن اندازه زیاد و پهناور بودند که میان این آلات به ندرت نزاعی درباره منطقه چرا در می گرفت.
هنگامی که ستارخان در یک روز عاشورا توانست گروهی از کردهای اصیل وفادار را از زندان تبریز برهاند، اخبار این جوانمردی و دلیری او به تندی در میان همه ایلات آن کرد سرزمین، اعم از آنهایی که به تازگی کوچ کرده یا آنانی که در همانجا مقیم بودند پخش شد. ستارخان به زودی در میان دامداران کوهستان نامدار گردید و جوانمردی و دلیری او زبان زده همه شد. از کودکان خردسال گرفته تا پیر مردان سال خورده همه ستارخان و رفیقش باقرخان را به نام می شناختند. در میان جوانمردان ساده دل مردم کرد کسی یافت نمی شد که احساس دوستی و حق شناسی از این مردان دلاور در دل نداشته باشد. سرودها و آوازهای ساده و پاکدلانه ای به یاد دلیری های این دو مرد ساخته شد و زبان به زبان همه جا پخش گردید. رهبران و بزرگتران کرد که به همت ستارخان و باقرخان از زندان آزاد شده بودند، بارها فرستادگانی به تبریز فرستادند و این دو تن را برای دیدار به جایگاه های خود خواندند. اینان هم ضمن سپاسگزاری پوزش خواستند و با احترام به دعوت کنندگان جواب دادند که به انگیزه گرفتاری کار همکنون نمیتوانند حضور یابند و البته پس از فراغت به دیدن آنها خواهند رفت. منطقه چراگاه احشام رهبر ایل کرد خالیکاندی به نام عبدالله آقا تقریبا در پهنه 7 یا 8 ورست گسترده شده بود. همین جای این منطقه را چمنزارهای سبز پوشانده بودند. از دربند این منطقه چشم سارهای فراوان آب سرد روان بودند و صخره‌های عظیم روی بخش مهمی از این منطقه سایه می افکندند. ده‌ها سیاه چادر که به فاصله 50 متر از یکدیگر نصب شده بودند نمای زیبایی به آن منطقه می دادند، گوی روی مخمل سبز رنگ گل‌های سیاهی را گلدوزی کرده بودند. در دامنه خاوری کوه بزرگترین سیاه چادر برپا شده بود و آن نیز به عبدالله آقا تعلق داشت که در کنار آن چادرهای خیشاوندانش نیز قرار داشتند. جلوی چادر عبدالله آقا 3 سنگ دود زده به چشم می‌خورد که گویا اینجا کانون پخت و پز خانواده بود. در کنار تپاله‌های دودانگیز همیشه کتری‌هایی که با دود به رنگ سیاه در آمده بود قرار داشتند. در روز آرامش بخشی عبدالله آقا روی نمدی در کنار چادر زیر سایه خنک صخره این نشسته بود و تنها نبود. در کنارش کلانتر طایفه ی همسایه به نام گال آقا نشسته بود. اماکنون این دو تن آنگونه که ستارخان هنگام رهایی از زندان آنها را دیده بود ناتوان و لاغر نبودند. با وجود اینکه مدتی از آزادیشان می‌گذشت اصلاً پیر نشده بودند، بلکه شادابتر و جوانتر و نیرومندتر به نظر می‌رسیدند. لباس‌های عبدالله آقا و گال آقا یکسان بودند. دور کلاهشان را کیش بسته بودند، از آر خلقی که تا سینه چیندار بود به تن داشتند و شالی پهن به کمر بسته بودند. عبدالله آقا به چیزی میاندیشید و چپق میکشید و با دستش به چوب چمق ور میرفت و با انگشت شستش محتوی سر چپق را مرتب میکرد. گال آقا دوربینی یک چشمی که نزدیک به 0.5 متر درازا داشت جلوی چشمش گرفته بود و نماهای کوهستان را تماشا میکرد. رودخانه کفالودی را که از دربند به سوی دشت می شتاف می نگریست به گوسفندانی که در دامنه کوه پراکنده بودند چشم می انداخت و گلگاوی را که با آهستگی از رودخانه پراب می گذشتند نگاه می کرد و نمای دور دست را که ایلات همسایه چادر زده بودند می نگریست. این روز بهاری ناگهان پایان یافت. سایه صخره ها درازتر می شدند، تاریکی آرام آرام به چادرها نزدیک می گردید. گال آقا ناگهان دوربین را به عبدالله آقا داد و گفت: چشم تو تیز بین تر از من است، نگاه کن، به نظر من چنین می رسد از سوی دشت سواری به سوی منطقه می آید. عبدالله آقا نگاه کرد و با شگفتی گفت: آقا، مثل اینکه راست می گویی، این چه کسی می تواند باشد؟ نیم ساعتی گذشت و سوار به تاخت به جایگاه اینان نزدیک شد. میخواست اسب عرقدار خود را جلوی چادر عبدالله آقا نگاه دارد، پیرمرد صدا زد:
آی کی اینجاست؟ اسب مهمان را بگیرید و از آن مراقبت کنید. جوانی از چادر کناری بیرون جست و به سگ‌هایی که به تازه وارد ناآشنا حمله می‌کردند نهیب زد. توجه جوانان و پیرمردان نخستین بار به کارابین کوتاهی که به دوش سوار آویزان شده بود کشانده شد. سوار از اسب پایین جست و اسب کهر بسیار زیبایش نفس نفس می‌زد و کف دهانش به روی سینه‌اش می‌ریخت. به نظر می‌رسید که موهایش مانند علف‌ها در بامداد خنک پاییزی به هم چسبیدند. پیرمردان از جای خود بلند شدند و به آرامی به چادر نزدیک شدند. تازه وارد بیگانه مانند کسی که به خانه خودش وارد شده است به تهدید سگ‌ها توجهی نداشت. در حالی که با حرکات نرمش پاهایش را کمی تکان داد به سوی رهبر ایل شتافت. جوان دهنه اسبش را گرفت و آن را به سوی چمن برد تا کمی بگرداند و عرقش را بخشکاند. زنان همکنون در نزدیکی چادر قالی گستردند و روی قالی چند دوشکچه و بالش قرار دادند. کتری های دود زده را در کنار آتش گذاشتند و جوانی کوزه ای را برداشت و به سوی چشم شتاف تا آب سرد برای شستن دست و روی میهمان بیاورد. میهمان پس از انجام سلام و تعارف و احوال پرسی منظور از آمدنش را این گونه شهر داد. من از جایگاه کوشا بوداخ می آیم. کربلایی فرج کلانتر مرا فرستاده. او به من فرمان داد که پیش شما بیایم و به من گفت که بیدرنگ حرکت کن و به عبدالله آقا بگو که امروز ستارخان و باقرخان پیش ما به کوشا بوداخ آمدند. شب را در اینجا می مانند و فردا بامداد از اینجا راه می افتند و نیمروز پیش شما خواهند بود. پیرمردان کرد که این خبر را شنیدن از زور شادمانی نمی‌دانستند چه کنند. گال آقا و عبدالله آقا به یکدیگر نگاه می‌کردند. پس از آن گال آقا فریاد زد: خدای را سپاس می‌گوییم که ما و عبدالله آقا به آرزوی خودمان رسیدیم. عبدالله آقا به میهمان رو کرد و گفت: در برابر این خبر خوشی که آوردی باید پیشکشی از من بپذیری. یک میش و بری خوب به تو پیشکش میکنم. میهمان با حاضر جوابی بیدرنگ جواب داد: آمدن ستارخان و باقرخان به سرزمین ما عزیزترین و بزرگترین پاداش است. عبدالله آقا آهسته دستی به شانه میهمان زد و گفت: جوان، به خاطر این جوابی که دادی یک گوسفند دیگر نیز به تو پیشکش می کنم. سپس به جوانانی که حاضر بودند به شرح زیر فرمان داد: به همه چوپانان و شبانان خبر دهید در همه کوهستان ندا در دهند. فردا همه آیند تا از دوستان و برادران من ستارخان و باقرخان پیشواز کنند. گال آقا گفت: من هم باید خود را برای پیشواز آماده کنم. عبدالله آقا بیدرنگ گفت: پیش از پیشواز باید خوراک فراوانی آماده شود و صرف گردد. کسانی را به چادرش فراخوان و سپس به پسرش حسن فرمان داد: برو به مادرت بگو در آماده کردن خوراکی شتاب کند. حسن برای انجام دستور پدرش بیرون دوید. هنگام بامداد عبدالله آقا خیلی زودتر از معمول از خواب بیدار شد. لباس پوشید و از درون چادر گوسفندان و گاوهایی را که سلانه سلانه به بالا به سوی چراگاه می رفتن نگریست. هنوز افق خاور گلگون نشده بود که مه رقیقی روی دره پدیدار شد. مردم از چادرها بیرون می آمدن و روی چمنزارها قرار می گرفتن. زنان، دختران، جوانان همه مانند روزهای عید خود را آراسته بودند. زیباییان کوهستان جامه‌های نوعی را که از شیدهای ارزان بها و رنگارنگ دوخته شده بودند به تن داشتند و آنها به گل‌هایی می‌مانستند که پهنه جلگی سبز را آراسته بودند. مردان با قطارهای پر از بشنگ تفنگ‌هایشان را به چادر تکیه داده و پیرامون کلانتر گرد آمده بودند. همه در انتظار رسیدن فرستاده ها از جایگاه دوردست بودن. آخر بنا بود همه ایلات نمایندگانی جهت شرکت در این جشن بفرستند.
سواران فراوانی از جایگاه های ایلات دیگر به تاخت به سوی چادر عبدالله آقا که میزبان بود می آمدن و ضمن شاد باش گفتن خود را برای پیشواز مهمانان ارجمند آماده می کردند. رفته رفته شماره سواران فزونی گرفت بگونه ای که تمام پیرامون چادر پر از اسب و سوار شد. عبدالله آقا با صدای بلند فریاد داد که راه بیفتیم. عبدالله آقا در میان بی سواری که از جلو می تاختن نتوانست بیدرنگ دو میهمان عزیزش را که سالها در انتظار دیدارشان بود بشناسد. هر دو بزرگتر شده بودند و چهره هایشان تغییر کرده بود. ستارخان جامعه خاکستری نازکی به تن داشت. دو قطار فشنگ قزاقی به هیکلش آویزان بود و تفنگ کارابین کوتاهی که سر لوله اش از بالای شانه اش دیده می شد همایل کرده بود. باقرخان چوخه سیاهی به تن داشت و به کمرش چند ردیف قطار فشنگ بسته بود و به شانه اش کارابین روسی ویژگی سوار نظام همایل کرده بود. کردها کوشش داشتند که همراه ستارخان و باقرخان از اسب پیاده شوند و بعضی لجام اسب‌ها را به دیگری می‌دادند و به جلو می‌رفتند. این دو قهرمان دوست دیرین خود عبدالله آقا را در آغوش کشیدند. ستارخان همراهانش را به او شناساند و رئیس ایل هم به نوبه خود کلانتران را به آنها شناساند. علی دایی هم جزء همراهان ستارخان بود و جنگجوی دلیر دیگری به نام نماز هم با اینها بود. عبدالله آقا در این هنگام به وسیله ستارخان آگاه گردید که این مرد پرتوان و کارآمد در روستای سلخان زاده شده و در نوجوانی به باکو رفته و جزء کارگران صنعت نفت در آمده. نماز با وجود بی سوادی مردی کاربر و پاکدل بود، با دلیری تمام برای بهتر کردن زندگی کارگران پیکار می کرد. به گونه ای که اعتماد همه کارگران نفت باکو را به سوی خود کشانده بود. ستارخان به عبدالله آقا و کلانتران دیگر گوشزد می کرد که برای پیکار به خاطر آزادی سازمان رهبری نیرومندی لازم است و این سازمان باید دارای انضباطی استوار و هدفی روشن باشد. وی با اطمینان ثابت کرد که خودکامگی سلطان و عمالش دیر یا زود پایان می‌یابد. اما خودکامگان و بیدادگران خود به خود و با آرامش مسند قدرت را رها نمی کنند. باید به گونه ای بیامان پیکار نمود و آنها را برانداخت. ممکن است این پیکار دراز مدت و سنگین باشد و قربانی فراوانی را در بر داشته باشد. این گفته ی ستارخان بنیاد جنبش و آمادگی کردها را برای پیکار علیه خودکامگی بنیان نهاد. بارها کردها علیه سلطان ایران و سلطان عثمانی برای به چنگ آوردن آزادی به پا خواستند. اما چند دستگی ایلات کرد و نیرومندی دشمنان نتیجه همه این تلاش‌ها را از میان برد. این جشن پر سر و صدا پایان یافت، اما تا آخرین روزها چیزی از میهمان نوازی و مهربانی میزبان کاسته نشد. علیدایی همیشه در بحث‌های مهم ستارخان با کردها حضور داشت، اما به ندرت وارد گفتگو می‌شد. یک روز از ستارخان به علیدایی پیشنهاد کرد تا پیرامون جایگاه گردش کنند. وی میخواست کمی بیاساید و ضمناً با وی مشورت کند. اما هنوز از چادر بزرگ بیرون نرفته بودند که علیدایی دست ستارخان را روی شانه اش حس کرد و گفت: نگاه کن، این کیست که به تاخت میآید؟ سواری از دشت به سوی چادر عبدالله آقا میآمد. او از اسب بلند و سرکشش پیاده نشد و با خشم و نگرانی چیزی به کلانتر ایل گفت. علیدایی نگران شد و گفت که بیا برگردیم. هنگامی که به عبدالله آقا نزدیک شدند، وی را نگران و حتی رنگ پریده یافتند. او با نگاهی استفهام آمیز و نومیدانه مهمانانش را می نگریست. علیدایی بیدرنگ پرسید: این سوار کیست و چه خبری آورده؟ کلانتر ایل در حالی که آهی ژرف کشیده گفت: چنل کتابستان.